سلام دوستا، امید که جور و سعدمند باشین. بازم به یک ویدیو جدید ما خوش آمدین. امروز ما میخواییم طریق آماده ساختن نان دوشی را به شما به اشتراک بگذارم. پس ابتدا ما مواد لازم شد به شما معرفی میکنم. گرچه من نان دوشی را قبلا هم به اشتراک گذاشته بودم، اما دوستا از طریق پیام بازم از ما خواهش کردن. پس موادی که ما به خاطر نان دوشی خانگی ضرورت داریم عبارتند از 2 کیلو آرد نرمال، بوره 2 قاشق غذاخوری، خمیر مایه 1 پاکت، روغن 2 قاشق غذاخوری، نمک قدر ضرورت، بک پلور یا پولی 1 پاکت، بوره وانیل 1 پاکت، آب نیم گرم قدر ضرورت. خب آل مواد شب شما معرفی کردم و من مواد چه به شما نشانم میتونم. ببینین من از این پاکت های آرد استفاده میکنم که تقریبا 1 کیلویی سر کدامش، و همچنان روغن، بک پلوا، بوره وانیل، خمیر مایه تازه هم شما میتونین استفاده کنین و میتونین از خمیر مایه خشک هم استفاده کنین. پس ابتدا یک کاسه رو میگیریم، چون من از خمیر مایه تازه استفاده میکنم، در کاسه آب گرم اضافه میکنم و بعدا خمیر مایه را اضافه میکنم. بعدا یک اندازه بوره بالای از یه اضافه میکنم. و همه که بوره را اضافه کردم، با مخلوط کن دستی ما ایره به این شکل خوب حل میسازم. میبینین وقتی که حل شد ما ایره کنار میگذاریم و متبقی مواد آماده میسازیم. البته ابتدا آرد ایلک میکنیم، به خاطر که آرد خودش لغتی داره و وقتی که ما ای ریلک میکنیم ای خدا پاش پاش میسازه و نان هم به مو اندازه خوبش میه. پس ما یک پاکت آرد اضافه کردم. بعد از اینکه آرد اضافه کردم، بعدا ما تمام مواد که داخل آرد اضافه میشه او را اضافه میکنم. البته ابتدا بک بلوار را اضافه میکنم، به تعقیبش بوره وانیل اضافه میکنم. و بوره وانیل اختیاری است و مربوط خودتان است، که خوش دارین میتن استفاده کنین و اگر ندارین یعنی اختیاری است. و همچنان نمک اضافه میکنم و نمک شما میتونین مطابق میل خود اضافه کنین، بر اندازه که خودتان خواسته باشین. بعد از اینکه نمک اضافه کردم، بازم ما آرد متبقی یعنی متبقی آرده به می شکل ایلک میکنیم. خب ببینین من 2 پاکت آرد ایلک کردم. وال تمام آرد داخل کاسه خمیر اضافه میکنیم. البته من میخوایم میره توسط ماشین خمیر کنم و شما میتونید به می شکل با دستم خمیر کنید. خب بعدا همین تمام مواد خوب مخلوط میکنم، خود خمیر مایه را و خمیر مایه را از یک جلیگک صاف میکنیم، به خاطر از اینکه چون خمیر مایه تازه است کدام تارک چیز دش نباشه. بعدا آب نیم گرم بالای زی اضافه میکنیم و همی که آب اضافه کردیم، بعدا مکسر را روشن کرده و میمانیم تا خمیر ما آماده شد. و شما مکسر را کم کنین، به خاطر از اینکه ای آیست آیست خمیر آماده بسازه و خمیر باید و در اخیر همی که دیگه اندازه آماده شد ما روغن اضافه میکنیم و بعدا ایرده کاسه کشیده با دست هم کم به این شکل آماده میسازیم. ببینین حال خمیر کاملا آماده شده، ایره ما داخل کاسه قرار میدیم، کم روغن بالای خمیر به این شکل اضافه میکنیم و با دست خود ایره به این شکل آماده میسازیم تا خمیر نچسبه. بعدا یک پلاستیک پاک میگیریم، بالای خمیر به این شکل بسته میکنیم بالای کاسه و ایره میمانیم تقریبا بر مدت 20 دقیقه تا خمیر کاملا برسه و بالا بیه. و همی که رسید، بعدا استپ بعدی را شروع میکنیم. خب ببینین آل خمیر بعد از 20 دقیقه کاملا رسیده و مکمل بالا آمده.
و حالا ما ایره به زواله های که بند از هر اندازه که شما خودتان میخواید تقسیم کنید. خب البته به خاطر از اینکه خمیر در دستتان نچسبه شما میتونین کم از روغن استفاده کنین، دستتان چرب کنین و به می شکل به زواله کردن ادامه بدین و تمام خمیر به می شکل زواله کنین. خب ببینین من تمام خمیر زواله کردم و حال بالای از یک پارچگک پاکه مندازم و تقریبا بر 10 دقیقه دیگه میره میمانیم تا خمیر کم زیادتر برسه و همین زواله که البته ما آماده ساختیم ایم یک کم خود برسانم. خب ببینین حال تمامش آماده است و حال ما دانه دانه هر زواله را آماده می‌سازیم. البته پیش از اینکه را آماده بسازیم داش از قبل ما به درجه آخرش روشن میکنیم. هر قدر داش تیز باشه به مو اندازه نان خوبش میه و به این شکل ما نان همین خمیره را توسط دست خود انبار میکنیم، روی کاغذ چرب قرار میدیم و این را با دست خود به هر دیزاین دلخواهی که خودتان خواسته باشین میتونین این را دیزاین کنین و شما کوشش کنین که خودم پتنوس داشته در قسمت مابینی قرار بدین، چون داشته از بالا و پایین روشن میشه از او خاطر در قسمت مابین که بانه نمیسازه. خب ما به این شکل آمده میسازم و شما میدنین که پنجه یا که انگشتان یا هر برش طریق که برتان آسان است میدنین به مشکل ای را آماده بسازین و شما همچنان میتونین از خاشخاش و سیادانه هم روی ازی استفاده کنین، حتی میتونین ایره کم روغن گد کنین یک زوالیشه و صبحکی هم روی چای میتونین کم روی ازی خاشخاش سیادانه هم پاش بتین و نوش جان کنین و میتونین بدون روغن هم خاشخاش سیادانه روی ازی پاش داده و نوش جان کنین. او نظر به میل خودتان است، اگر خوش دارین میتونین اضافه کنین و اختیاری است. خب ما به این شکلی را کم دیزاین میتم و او نظر به میل خودتان است به چه شکل ای را شما دیزاین میکنید. خب حالا ای آماده شد و ای را رویش کم آب میپاشیم رویش بینین، بعد هم ایره روی پتنوس داش میمانیم و ایره داخل داش قرار میدیم و میمانیم تا ای آماده شود و ببینید شما ما کمک خوشخوش سیادانه هم روی ازی اضافه میکنم و شما هم میتونید خوش دارین اضافه کنید. خب حالا پتنوس داخل داش میمانیم و همی که آمادش ما به شما نشان میدم. پیش از اینکه من نان آماده شده رو به شما نشان بدم، من به شما این دیزاین دیگر هم نشان میدم. شما میتونید به این شکل هم دیزاین کنین و من یک نان دیگر هم به شما آماده میسازم به خاطر از اینکه برتان آسان تر شد. ببینید که دست فقط این قسمت هایش شما به این شکل جور کنین ای بسیار نان مزه‌دار است. اگر یک با شما آماده کنین من مطمئن استم از بازار دیگه نان نمی خرین. ببینین ای بیخی شکل سادهش است، به این شکل میتونین به بسیار آسانی نان آماده بسازین. ببینین نان کاملا آماده شد و ببینین نان از داش کشیدم و نان اول کم وقت در بر میگیره، اما نانای بعدی شما پخته کنین تقریبا 3 دقیقه در بر میگیره هر نانی که پخته میکنین. البته وقت کیره از داش کشیدین کم آب بالا از این پاش بدین. خب دوستان می که نان آماده ساختین رو داخل یک پارچه پاک بانین و به این شکل آب رویش اضافه کنین، داخل یک پارچه پاک بانین
یک تکه که پو و روی ازی اگه شما یک پلاستیک ها کم روی تکه پرتین نان تا نرم تر می پشه. ببینین نان آل کاملا آماده شده، شما هم می تنین به می شکل آماده بسازین و کت قرمه یا برنج هر چیز که خوش دارین و چای صبح می تنین ایره نوش جان کنین. خب اگه یک کلپ ما خوش تان آمد ببینین داخلش کاملا آماده شده و بسیار نرم و خوبش آمده. اگر این کلیپ ما خوشتون آمد حتما لایک کنین، با دوستایتان شریک بسازین و در صورت که کدام سوال داشتین میتونین از طریق کامنت از ما بپرسین، ما حتما به شما جواب میدم. خوب اوقات خوش، خداوند یار و نگهدارتان. خدا حافظ.